درود فروان خدمت شما عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه هفتم اسفند ماه، شاخص کل به روند نزولی خودش با شدت بیشتری ادامه داد، 0.8% منفی. شاخص هموزن تقریبا 1.5% امروز منفی شد، تا یک روز منفی و به قول معروف بعد دیگه برای بورس رقم بخوره. و همونجور که مشاهده میکنید نقشه پایانی ما بسیار نقشه قرمزی هستش، مخصوصا در گروه خودرویی ها و انبوسازی ها، که میشه گفت امروز هم تعداد قرمز ها و هم شدت قرمز ها خیلی زیاد هستش. البته در بقیه گروه ها هم نمادهای سبز بسیار کم دیده میشه، حتی خاکستری ها هم امروز کم به چشم میخورن همونجور که مشاهده میکنید در نگاه کلی. و دلیلش هم این هست که اغلب نمادهای منفی امروز که تعدادشون هم خیلی زیاد هست، همونجور که مشاهده میکنید در محدوده منفی 2 تا منفی 3 ظاهر شدن. حتی نمادهایی که در منفی‌های 3 تا 4 یا منفی 4 تا 5 منفی 5 به بیشتر هم بودند، مشاهده میکنید که امروز چقدر زیادن. همیشه اینا تعدادشون خیلی کم بود و خب از طرفی مثبت هامون هم تعدادشون بسیار ناچیز و کمه. حالا اگر هم باشن بیشتر توی محدوده 0 تا 1 مثبت. خروج پول فعلا به شدت از بورس ادامه داره، منفی 326 میلیارد تومان. و میبینید دیگه نمودار تحرک قیمتی هم از ابتدا تا انتهای بازار به نفع قرمزها بالا بود. تعداد نمادهای مثبت به منفی رو میبینید که چقدر باز اختلافش بیشتر شده، 692 نماد منفی انتهای کار در برابر فقط تنها 105 نماد مثبت. یه جورایی میشه گفتش 7-1. تعداد صفحه خرید و فروشمون هم که میبینید صفحه فروش امروز چقدر زیاد هستن، بالای 100 نماد تو صفحه فروشه در برابر 30 نماد که در صفحه خرید هستن. و همه آمار میشه گفتش که به نفع قرمزا، حتی سرانه فروش که همیشه نسبت به سرانه خرید خب در اوضاع منفی بازار کمتر بود، امروز میبینیم که از نسبت به سرانه خرید بالا افتاده و یه جورایی 2-3 میلیون تومان امروز سرانه فروش بیشتر هستش. نمادهایی که از منفی به مثبت رفتن فقط 24 نماد که اینجا مشاهده میکنید، در برابر 169 نمادی که از مثبت به منفی اومدند، که خب بیشترین خروج پول هم امروز از صندوق ها پتروشیمی، بانکی ها، انبوسازی ها اتفاق افتاد. ورود پول حقیقی به هتل، رستوران، زراعت، محصولات کاغذی و کمکی به نهادها بود. نمادهای و به ملت، بیوتیک، خساپا، شستا، اخابر بیشترین خروج پول، اهرم، زوب، زماهان، سدشت و کرومیت بیشترین ورود پول را امروز تجربه کردند. خب اصلا اوضاع بازار جالب نبود امروز و همونجور که مشاهده میکنید با یک کندل قرمز بزرگ دیگه مواجه شدیم، این در حالیه که همه منتظر بازگشت بازار هستیم ولی گویا هیچ علائمی از بازگشت فعلا دیده نمیشه. همونجوری که مشاهده میکنید هیچ نشانه ای نداریم که بگیم ملایی یه مقدار حتی برگشته به صلاح لبه کانال برسه یا کانال نزولی رو بشکنه، به نوعی کماکان به سمت کف کانال داره حرکت میکنه و اینجوری که داره پایین میاد با این خروج پول و
این آماری که امروز داشتیم گویا میخواد تا عدد 2 میلیون رو هم پایین بیاد و حالا میبینیم که مؤثرترین حمایتی که وجود داره 2,020,000 هستش که حمایتی است در آذر ماه. احتمال هست که تا این عدد هم شاخص کل پایین بیاد در روزهای آینده. خب در طرف مقابل میبینید که رقبای بورس دلار و سکه امروز هر دو مثبت بودند. دلار 57.7 با 0.9% صعود و سکه هم 33,600,000. این در حالیه که در بازارهای جهانی فعلا هنوز به سمت خاصی بازار نمیره، با کندل قرمز کوچکی برای دلار جهانی مواجه هستیم. از 104 به 103.9 اومده، خب خیلی عدد کمی هستش، فعلا اصلا نمیشه براش تصمیم گرفت از کدوم طرف میخواد بره. و میبینید که طلا هم به 2033 دلار در اونس رسیده و دقیقا بلا تکلیف اون وسط ایستاده، در به اصطلاح کف کانال سعودی خودش قرار گرفته طلا، و کانالی که تقریبا یه هفته هست، بیشتر از 14 فوریه تا الان براش تشکیل شده و احتمال داره که تا این منطقه که من مشخص کردم، یعنی 2043 دلار هم بخواد بالا بیاد. و امروز من هیچ معامله‌ای در هیچ به صلاح بازاری فعلا باز نکردم، نه روی جفت ارزها و نه روی طلا. فعلا نظاره‌گر بازار هستیم که ببینیم به کدوم سمت میخواد حرکت بکنه، چون که اصلا مشخص نیست. شاید بازار آمریکا بتونه قدری تعیین کننده بشه. همونجوری که مشاهده میکنید خبر مهمی هم خیلی نداریم که بگیم حالا میتونه تغییرات عمده ای امروز در بازار مشاهده بکنیم. فعلا صبر کنیم ببینیم بازار آمریکا چی میشه. البته فردا سه شنبه خبر مهم برای آمریکا هست، همچنین چهارشنبه هم برای چند کشور و هم از جمله آمریکا خبر هست. بنابراین امروز شاید خیلی بازارهای جهانی هم تکونی نداشته باشن تا ببینیم فردا چه اتفاق میفته. البته بیت کوین فکر میکنم که مقداری پایین اومد نسبت به دیروز، بله روی 50,000 اومده و تو همین یک دو ساعت اخیر هم اتفاق افتاده، یعنی از 51,500 توی 2 ساعت اخیر میبینید که خودش را حتی زیر 51,000 هم رسید، 50,900 هم رسید. و البته خب تا بازار آمریکا را نیفته خیلی نمیشه به این اعداد فعلا اعتماد کرد. 2-3 ساعت دیگه باید صبر کنیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد و به کدوم سمت میخواد حرکت خودش رو انجام بده. ریالی بیت کوین هم که بخوام بیارم فعلا در حال به روز ثانیه، یه بار دیگه رفرش بزنیم ببینیم میاره یا نه. بله حالا گویا این بار باز شد و از نظر ریالی هم 2,943,000,000 تومان هر بیت کوین روی عدد 51,000 دلار هستش. میبینید که با توجه به بالا رفتن یه مقدار قیمت دلار در ایران، از نظر ریالی قیمتش نسبت به روزهای گذشته حتی یک مقدار بیشتر هم بالا رفته. تنها الگو ساعتی امروز نماد ددامه، در حالی که 20 نماد برخلاف الگوی ساعت حرکت کردند و این نشون دهنده اینه که توی اون نیم ساعت پایانی هم اصلا اوضاع بازار جالب نبوده و نشانه از بازگشت برای فردا هم حداقل نداریم. و واقعا صبر کنیم ببینیم فردا میخواد این روند باز هم به صورت نزولی ادامه پیدا بکنه یا نه. در ارتباط با بررسی شاخص کلم دیروز یه برنامه تهیه کردم که دیگه گذاشتم و به خاطر همین دیگه نمیپردازیم، چون کامل
پرداختیم به موضوع شاخص کل. تنها سه نماد الگوی پوشای سعودی داشتن امروز، در حالی که 21 نماد با الگوی پوشای نزولی مواجه بودن که اسامیشون را مشاهده میکنید. تعداد نمادها با 3 کندل قرمز متوالی به 41 نماد رسیده. 6 نماد فقط در فلزات اساسی دیده میشه، 4 تا توی خودرویی ها، سرمایه گذاری ها، 5 تا دارویی ها هم میبینید، 6 تا انبوسازی ها، 3 نماد و بقیه گروه ها هم که مشاهده میکنید 41 نماد و فقط نماد چکارن هستش که 3 کندل سبز متوالی داره. 5 نماد با حجم خوبی امروز معامله شدن، نسبت به معاملات 20 روز اخیرشون بیشتر از 4 برابر حجم خوردن. نماد قگلپا را دو سه روز قبل بررسی کردیم توی یکی از برنامه ها که امروز هم تقریبا عملکرد خوبی داشته. در فیلتر کف قیمت و کندل مثبت 5 این سه نماد ظاهر شدند. 10 نماد کف قیمتی در فیلتر کف قیمت و حجم مشکوک دیده میشند. 4 نماد کف قیمت، کندل مثبت 2، خریدار رو حجم رو تجربه کردن. و در کل با وجود اینکه قیمت ها بسیار ارزنده هستند و قانون مالیات ها در سال آینده میتونه برای بورس بسیار سال خوبی رو رقم بزنه، ولی هنوز سرمایه ها به سمت بورس نیومده و احتمالاً باز هم باید منتظر باشیم تا ببینیم کی قراره که این بورس راه بیفته برای سال آینده و اوضاع کمی بهتر بشه. فعلا از برج تقریبا 10 تا الان یه چیز بوده بیش از 2 ماهه که ما در روند نزولی قرار داریم و غیر از 2-3 روزی که تقریبا اوضاع خوب شده، بقیه روزها میبینید که به چه صورتی داره جلو میره. ارزش معاملات خوردم که میبینید چقدر پایین اومده، 3.6. البته این روزها با ابلاغ یک دستور جدید بازارگردان ها از فروش منع شدن و نباید بفروشن. یکیشون روز چهارشنبه یه مقدارم تخلف کرده و مال بازارگردان سرمایه لوتوس یا فروش انجام داده که اون هم یه جورایی امروز خبرساز هستش و به اصطلاح گفته شده که حالا شاید بتونن یه مقداری جریمش بکنند، ولی هیچ یک از این اقدامات فعلا تأثیر مشخصی رو برای روند سعودی شاخص نگذاشته و نه تنها بی تأثیر بوده بلکه افت بیشتر رو هم فعلا شاهد هستیم تا ببینیم هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا از کجا قراره که حمایت انجام بگیره از بازار. منتظر نظر خوب شما عزیزان هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.